عکس و عکاسی با کمک تکنولوژی‌های جدید زندگی مردم را متحول کرده است. این تحول را چطور باید سنجید؟ عکس زندگی مردم را غنی‌تر کرده یا مایه بی‌بزائتی معنوی شده است؟ سلام به بینندگان پرگار اخیرا چند هنرمند در نیویورک کاری کردند که معنایش چیزی جز دست انداختن عادت رایج سلفی گرفتن نبود سلفی یا اگر بخواهیم معادل نارایج اون را به کار ببریم عکس خود گرفت حالا بخشی از زیست روزمره شده است یا سلفی میگیریم یا سلفی میبینیم یا به ناخواه در کادر سلفی قرار میگیریم یا با بی و گاه عصبانیت از کنار اون رد میشویم در هر حال سلفی به یک صحنه و تجربه آشنا تبدیل شده است اما کادر وسیعتر در بحث سلفی نقش و جایگاهی است که عکس در زیست معاصر یافته است زمانی عکس برای این بود که بفهمیم در کودکی چه قیافه‌ای داشتیم یا پدر و مادرمان یا بستگان اونها در جوانی چه شکل و شمایلی داشتند حالا عکس هر لحظه که اراده کنیم را ضبط می کند. این وضعیت مایه شادمانی است یا مایه استرس و دغدغه زمانی که عکسی از دوستی که اون سوی دنیاست دریافت میکنیم جوابمان به این سوال قطعا روشن است عکس فاصله ها را کم کرده ولی نگاهی به شبکه های اجتماعی باعث می شود در جواب قطعی به کل این پدیده درنگ کنیم آیا عکس یک لحظه جای تجربه اون لحظه را نگرفته است ولی آیا عکس به نوعی کار آنی تبدیل نشده که سرگرممان می کند و لحظه ای مفرح هرچند گذرا ایجاد می کند؟ در این صورت از چه باید دلواپس با بود این موضوع را با سه مهمان در میان میگذاریم یک دلواپس عرفان ثابتی پژوهشگر علوم اجتماعی یک عکاس نه دلواپس اما شادمان از حرفه خود حسن سربخشیان و یک نشان شناس در پاریس اصل باقری خیلی خوش آمدید آقای ثابتی به ما بگید که دلواپسی شما از جایگاهی که عکس در زندگی معاصر به دست آورده چیه؟ در 20 اوت 1884 روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله که منتشر کرد ابراز نگرانی کرد از نویسندش در اصل از اپیدمی دوربین و مجنونان دوربین به دستی که از آبران ای که خودشون خبر نداشتند به طور مداوم عکس می گرفتند نگرانی که من دارم کاملا متفاوت هست با نگرانی که اون نویسنده روزنامه نیویورک تایمز صد و سی چل سال پیش داشته دلیلش این هست که عکاسی در دنیای معاصر بخشی است از سرعت سالاری یعنی نگرانی عمده این هست که ما در دنیای زندگی میکنیم که دنیای سیال و متغیر و گذراییه که به طور مداوم در حال تغییر و تبدل هست و اون چیزی که بر دنیا حاکمه سرعت سالاری برنده و بازنده بر اساس سرعتی کارهایی که انجام ولی کسی که عکس میگیره اتفاقا ممکنه بگه که در این دنیای پر و پرشتاب من میخوام با عکس گرفتن یک لحظه ایستا ایجاد کنم و در این همه شتاب به این لحظه های ایستا چنگ بزنم ببینم ده سال پیش در اون لحظه کجا بودم چطور بودم خب اگر که این کار با یک تعملی انجام میشد میشد این حرف رو قبول کرد در... من میخوام یه تفاوتی هم بذارم بین عکس های هنری یا خبری عکس های حرفه ای و عکس های شخصی این دغدغه بیشتر معطوف است به عکس های شخصی شبیه به این هست که شما وارد یک اتاقی میشید که اینجا همه دارند صحبت میکنن یک هم ای هست و شما برای اینکه صداتون رو به بقیه برسونید مجبورید که فریاد بزنید این عکس گرفتن هم عکاسی شخصی به نظر من یک جور ابراز وجود هست در دنیایی که به دلیل اینکه هر عکسی که ما میگیریم میتونه در شبکه های اجتماعی یک مخاطب بلقوه جهانی داشته باشه ما خودمون رو در یک همهمه جهانی میخوایم مشارکت بدیم و هر روز و هر لحظه اتفاقا نگرانیم که فراموش بشیم یعنی دقدقه دق در اصل این هست که آیا من در یاد ها میمونم و یا از یاد میرم وقتی که تبدیل میشه این عکس گرفتن به یک وسواس که من هر لحظه شما به محض اینکه این عکس رو مثلا سلفی را از خودتون آپلود میکنید زوال اون عکس شروع میشه چون که خبر این ساعت با خبر 6 ساعت پیش متفاوت از لحاظ ارزش و خبری که داره و فردا خبر امروز و عکس امروز بی ارزش میشه من اگر بخوام هر لحظه به مخاطب ج... جهانی خودم ثابت کنم که من اینجا هستم و بر وجود خودم تاکید بکنم من از یاد نبرید در اصل باید به طور مداوم کمان که این اپلیکیشن این, ها این ها استرس ایجاد استرس ای ایجا میاره که به ناامنی روانی دامن میزنه کمان که خیلی از محقق روانشناس روانشناسا که بررسی میکنن در بین نوجوان مخصوصا میبینن که اینها استراب دارن چرا چون تازه این عکس بقیه رو هم که میبینن مخصوصا سلفی رو چون در مقام مقایسه خودشون با دیگری برمیان مقایسه ظاهر و خب همش استرس دارن و میخوان یه کاری بکنن که این استرسشون کم بشه در نتیجه میرن چه کار میکنن یک آرایش خاصی میکنن دوباره میگیرن, دوباره, دوباره, میگیرن دوباره میگیرن و این هی به. تکرار میشه به طور بیپایان من آدم خوشحالی نیستم در انتهای روز آدمی هستم که به استراب ها و دقدقه ها و نامنی های روانی اتفاقا افزوده شده <applause> آقای سربخشیان اگر بخوام لب کلام آقای صابتی رو بگم می‌است که ما در تلمباری از عکس گم شدیم آیا این نقد بی جاهه؟ بی راهه؟ من اجازه میخوام که اول در اهمیت عکاسی یک صحبت مختصری انجام بدم بعد در ادامه حتما به اون های آقای ثابتی هم خواهم پرداخت ببینین حدود 170 اندی سال هست که عکاسی وارد ایران شده یعنی به فاصل... جزء ابزارهای مدرنی هستش که به فاصله چند سال بعد از پیدایشش ما توی جامعه ایران اینو داشتیم در واقع ایران جزو کشورهای پیشرویی بوده که عکاسی رو قبول کرده از زمان قاجار به همت ما... ناصدین این و از اون زمان تا به حال این در واقع رشد خودش رو در جامعه و ثبات ثبت اتفاقایی که در جامعه رخ میداده از عکس خانوادگی و یادگاری گرفته تا عکس های مهم خبری و رویدادهای اخیری که در چند سال اخیر در واقع اتفاق افتاده ما نشانه های اینو می بینیم اگر در واقع داستان سلفی و عکس های اخیر رایج در رسانه های در واقع شبکه های اجتماعی را به این بیافزاییم این جزء روند تغییر و تحولی هست که من از دید در واقع سندیت به این ابزار جدید نگاه میکنم به عنوان یک عکاس ثبت هر عکسی برای من سندی هست که در گذر زمان ارزش افسوده پیدا میکنه حتی این سلفی ها بله ولی مسئله بر سر نفس خود عکاسی و عکس نیست آقای ثابتی هم گفتن که با عکس در اون زمانی که یه کارکرد متفاوتی داشت مشکلی ندارن اون کارکرد رو الان هم داره مسئله در مورد ابعادی است که عکس و سلفی پیدا کرد و بی جهت نیست که در غرب از یه چیزی به اسم سلفی کالچر فرهنگ سلفی داره صحبت میشه درسته این فرمایش شما صحیح هست من این من در راستای همون جهانی شدن فرد و بشر امروز میبینم در واقع در همون سرعت که آقای ثابتی اشاره کردن بشر امروز ناگزیر از بیان فردیت خودش هست یعنی میخواد خودش رو ثابت بکنه و در طول فکر میکنم چند سال آینده این روند به یک تعادل خواهد رسید الان در اوج قله این مسئله میکنم قرار داریم و به خاطر جذابیتی که مخصوصا برای جوان ها و نوجوان ها وجود داره الان شاید یه مقداری داستان ابعاد نگرانی کننده ای پیدا کرده ولی فکر می کنم در طول زمان میشه به این پاسخ درست رسید یعنی از این سرعت خواهد افتاد این مسئله ولی در نهایت ببینید من فکر می کنم که باز عکس ابزاری شده برای بیان اون فردیت بشر و فکر می کنم من باور دارم که سندیت همه این مسائل رو حتی با همون سلفی ها حتی در واقع نمونه هایی که بالاخره میشه اشاره کرد در طول برنامه هم خط... حتما اشاره خواهم کرد این یک نقطه گذاری هایی میشه در اون تولید انبوه فراموش میشه و اون نقطه گذاری ها هستیه که در سالهای آینده در ذهن ما خواهی خواهد ماند خانم باغری نظر شما چیه؟ من در اینکه که مسلما سلفی یک پدیده نسبتا جدیدی هستش یعنی من فکر می‌کنم که, که اول ما بیایم یک کادری بذاریم برای اینکه اصلا سلفی چی هستش پیدایش سلفی در سال 2002 یعنی کلمه سلفی رو در سال 2002 در یک سایت استرالیایی در اولین بار ازش استفاده شد و که از کلمه سلف اومد که معنای خود هستش و بعد پیشوند پیشوند ای و او رو بهش اضافه کردن که در واقع احساسی یک برخورد احساسی ای او میگید هستش میگید چون از فرانسه بله, بله, بله. دقیقا. و بعد همچنان بسیار این شروع کرد به مهم شدن در سال 2013 مهمترین کلمه سال شناخته شد در سال 2015 وارد در واقع لغتنامه لاروس فرانسه شد و یعنی در واقع ما دیگه اصلا نمیتونیم ازش جدا بشیم نمیتونیم ازش جدا بشیم به خصوص به دلیل اینکه افسون بر اینکه وارد لغتنامه شده وارد زندگی اجتماعی شده همون 2015 که شما گفتید این لغت وارد لاروس شد سلفی حداقل دوازده قربانی گرفت یعنی یکی از خبرایی که در پایان سال 2015 در اومد این بود که قربانیان سلفی بیش از قربانیان حملات کوسه ها در آب ها بودن در سراسر جهان دقیقا. این رو چجوری باید ارزیابی کرد؟ ببینید این که به هر حال داره قربانی میگیره مسلما به دلیل رفتارهای اجتماعی که در واقع ایجاد شده هستش و این میتونه قسمت نگران کننده سلفی باشه اما این فقط سلفی نیستش سلفی خیلی چیزهای دیگر هم هستش و من فکر می‌کنم که اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم این هستش که ما سلفی رو اگر بخوایم بیایم به نشانه هاش دقت بکنیم و اتفاقی که میفته اینه که ما یک گذارند و گیرنده سلفی داریم و یک بیننده سلفی داریم حالا این از رفتار اجتماعی ما چی میگه در واقع این همون داستان هستش که من می‌خوام خودم رو به نمایش بگذارم و دیگری میاد و چشم چرانی می‌کنه و چشم چرانی یعنی چی؟ یعنی که من به راحتی در زندگی شخصی شما بدون اینکه دیگری بداند دارم دخالت میکنم و نگاه میکنم و وقتی که شما عکسی از خودتون روی شبکه های اجتماعی میذارید اتفاقی که میفته چون شما به شخص خاصی این عکس رو نمیذارید و به یک شبکه اجتماعی کلی میگذارید پس این راه رو باز میکنه برای اینکه چشم ها شما رو ببینند ببینند و این به عنوان پدیده اجتماعی شما رو نگران نمیکنه برای اینکه عملا سیطره نگاه دیگری بر شماست ولی ممکن البته شما موافق نباشید با این توصیف شما من کلمه نگران رو نتونم در مورد خودم به کار ببرم چون من فکر میکنم که تمام اینها از قبل وجود داشته و همطور که آقای ثابتی گفتن ما الان در دنیای سرعت به سر میبریم یعنی در واقع رابطه ما در دنیای جدید که در واقع بعد از پست مدرن هستش و دنیا الان یک سی از محققا به اون هایپر مدرن میگن ما در دنیای هایپر ارتباطات هستیم و این لازم نیستش که حتما نگران کننده باشه ولی ما باید با یک نگاه در واقع نقد کننده بهش نگاه بکنیم و ببینیم چه قسمت‌هایش رو می‌تونیم در واقع حذف بکنیم ولی اینکه الان ما بخوایم بگیم این تقلیل پیدا می‌کنه من فکر نمی‌کنم به این زودی ها تقلیل پیدا بکنه چون شما ببینید الان حتی آدم‌های معروف مثل اوباما یا پاپ و غیره دارن از, از مردم در واقع تقلید می‌کنن این هم یک اتفاق دوم... جالبی هستش در سلفی یعنی اینکه ما قبلا می آمدیم و تقلید می کردیم از, از آدم های الیت، نخبگان،, نخبگان, الان برعکسه. و الان دقیقا برعکسش این اتفاق صحبت از آدم های معروف کردید همکاران من آقای ثابتی یه مجموعی از عکس میندازن روی صفحه پشترمون که از هنرپیشه هالیوودی هست به اسم جیمز فرانکو میگن جیمز فرانکو بیش از هر هنرپیشه هالیوودی دیگه عکس از خودش میگیره یا عکس های خودش رو روی فیسبوک و شبکه های اجتماعی دیگه میگذاره آقای فرانکو میگه که چه چی چیز بهتر از عکس و خصوص سلفی حالات من رو در لحظه نشون میده و من در لحظه میتونم خوشحال باشم عصبانی باشم نمیدونم غمگین باشم و یه طیف وسیعی از حالات شخصی که میگه وقتی من به دوستان میخوام بگم دیگه نیاز نیست بنویسم به خصوص که فهمش سخت خواهد بود یه عکس میرم و دوستان من میفهمن که در چه حال روحی هستم این ایرادش چیه از نظر جیمز فرانکو بهترین راه بیان حالات خودت به کسانی که یا دوستت هستن یا به قول ایشون فالوور هستن به دنبال روح تو هستن طرفدار تو هستن خیلی مثال خوبیه به دلیل این اینکه اصلا سلفی به شدت متاثر است از, از فرهنگ سلبریتی ها و افراد مشهور جیمز فرانکو هم خودش مثال خوبیه به خاطر اینکه هم فیلم بازی میکنه هم فیلم میسازه هم فیلم نامه مینویسه خیلی تو همه رشته ها دستی میبره بدون اینکه اکثر کاراشو منتقدا جدی بگیرن هنرین، یعنی <applause> متفاوت نمای ولی سخیفیه کارهای خوب هم داره بعضن ولی اتفاقا مثال خوبیه چون نمونه خوبی از یک فرد مشهوری که راهبر این فرهنگ سلفی هست یعنی فرهنگ آدم های مشهور که بر فرهنگ بسری ما تأثیر گذاشته و اونو متفاوت میکنه از فرهنگ عکاسی قرن 19 و یا مثلا نیمه اول قرن 20 هم. دقیقا این هست که آدم مشهور میخواد از یاد نره مخصوصا کسی مثل جیمز فرانکو که یک جورهایی خرد مشهور اگر مثلا بذاریدش کنار کیم کارداشیان خرد مشهور جز مشاهیر خرد منزه مشهور است اینها برای اینکه از یاد نران هر روز میخوان به ما یاد هر لحظه یاداوری کنن که منو ببین که چه اندام مثلا متناسبی دارم بر اندامم کنترل دارم بر کارم کنترل دارم بر مخاطبم در اصل کنترل دارم و این رو که وقتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن یک توهمی رو در مخاطب به وجود میارن که ما در دسترس شما هستیم در صورتی که جیمز فرانکو شما نمیبینید که بره روی سلفی یکی از اون مریدها یا پیروانش یا تعقیب کنندگانش کامنتی بذاره ارتباط دو نیست ولی این توهم دو بودن رو به شما میده و این یک جور جذابیت به وجود میاره که من با این آدم معروف یا مشهور یک رابطه ای دارم در صورتی که شما رابطه ای ندارید اون رابطه برعکس و حالا چون بحث فرهنگ مشاهیر رو چقدر تاثیر شما ببینید این کیم کارداشیان سال پیش اومد دو حدود دو هزار تا... مشهوری که ارمنیال اصل و در شبکه های اجتماعی فراوان فرد. یافت میشه و حدود دو هزار تا از سلفی هاش رو در یک کتاب خیلی لکسی منتشر کرد اسم کتاب چیه؟ هست سلفیش خودخواه آها. یعنی این پیوند بین این فرهنگ سلفی و خودخواهی و یا خودشیفتگی خیلی خیلی قوی هست بله. و این حالا میتونم در ادامه باز این یکی از اصلی ترین نقدها به فرهنگ سلفی و در ابعاد وسیع عکس زیاد از خود گرفتنه آیا میشه گفت سلفی گری ناشی از خودشیفتگیه؟ قطعا بخشی از این داستان هست یعنی اصلا هیچ شکی شک در این وجود نداره بالاخره وقتی یک کسی از خودش عکس میگیره از خودش راضی هست که این عکس رو میگیره و وقتی با یک در واقع ابزاری این عکس رو میگیره که یک لنز واید هم هست و قیافه خودش رو تبدیل میکنه به یک حالت دفرمه این بالاخره اون خودشیفتگی رو تو خودش نشون میده ولی اینو فراموش نکنیم که این آدم میرسه به یه مرحله ای که اونقدر اعتماد به نفس داره که حتی اون عکس رو از خودش در حالت دفرمه هم میفرسته توی شبکه های اجتماعی که همه ببینن من میخوام یک مثال دیگه بزنم ببینین این ابزارهای جدید یک اتفاقی رو در زندگی ما به وجود آورده که به عنوان انسان معاصر الان در سال 2016 و 1395 اگر صحبت بکنم من اندرونی ها رو اوورده به اون قسمت بیرونی ببینین در دنیای غرب در امریکا اروپا هر جایی که حالا بالاخره سفر بکنید. این خونه ها رو وقتی نگاه میکنین شما دیواری وجود نداره شما خونه رو نهایتش اینه که از پنجره داخل رو میبینین ولی در تمام فرهنگ ما اون طرف در ایران در کشورهای شرقی دیوارهای ما حداقل دو متره ببینین این فرو ریختن این اتفاق با این ابزار به وجود آورده یعنی اگر ما سلفی میگیریم اتفاقا همین آقای جیمز فرانک می شما اشاره میکنین ایشون در رخت خوابش از خودش عکس میگیره به صورت لخت از خودش عکس میگیره ببینین اینها رو بله من قبول میکنم ایشون سلبریتی هستند رفتارای پورنو نیستن اصلا بله هستن. درسته بل... ولی منظورم اینه که بدون لباس در واقع رایج عکس میگیره از خودش ولی در نهایت ایشون به عنوان یک فردی که خیلی در میدیا معروف شده و رسانه ها به صورت خیلی انبوهی از تصاویر ایشون استفاده میکنن خب به خودش این اجازه رو میده این رفتار رو بکنه و قطعا اون کسی که دنبال رو هستش تحت تاثیر قرار میگیره ولی همونجوری که من در مقدم عرض کردم این رفتار حتما عوض خواهد شد به خاطر اینکه یک حالت دوره گذار هستش بله. من یک بلد. پاسخ خیلی مختصر خدمت شما عرض بکنم ببینید این نگرانی که سلفی میگیریم ولی تعداد کشته ها رو ما میبینیم 15 نفره من فکر می کنم که یه مقداری دقدقه شاید نامناسب باشه به خاطر اینکه عین این که مثلا رانندگی میکنیم ولی سالها هزاران نفر در رانندگی در تصادفات از بین میرن تلفات رانندگی صحبت نمی کنیم. این هم یک تکنولوژی که به نظر شما به یه ضایعاتی داره اما یه Uh, لفظ مهم توی صحبت های آقای سربخشی هم بود که میخوام نظر خانم باقری رو در موردش میدونم اونها که میخوان به این نقد خودشیفتگی در سلفی و سلفیگری جواب بدن میگن اتفاقا اگر تو سلبریتی نیستی مشهور نیستی در یه جای پرتی زندگی خیلی عادی داری و عکس های خودتو میذاری این نشان اعتماد به نفسه اول از همه بیام خیلی سریع در اینجا ببینیم داستان خودشیفتگی از کلمه نارسیس میاد خودتون میدونین نارسیسیسم نارسیس در واقع کسی بوده که در واقع عاشق اکو میشه اکو چون فقط آخر صدای خودش شنیده میشده این افسانه شدیگه دیگه نمیتونسته حرف هاشو بشنوه در نتیجه از نبود دیالوگ چون فقط آخر حرف اکو رو میشنیده میخواد بیاد بهش دست بزنه چون نمیتونن با هم ارتباط دیالوگی برقرار کنن و اکو میمیره اکو وقتی میمیره این در واقع نارسیس بسیار ناراحته و میره در آب ناگهان تصویر خودش میبینه و عاشق در واقع تصویر خودش میشه و چون نمیتونه به اون برسه بعد میمیره در واقع به صورت خیلی خلاصه این هستش یعنی از نبود دیالوگ ما میرسیم اون چیزی که بهش میگیم نارسیسیسم یا خودشیفتگی این حرف زیادی رو در واقع در مورد سلفی میزنه چرا آدم ها میگن خفتی خودشیفتگی نه اینکه فقط شما خودمون رو میذاریم اون چیزی که برای من نگران کننده هستش نبود دیالوگه ما از نداشتن دیالوگ از اینکه نتونستیم با هم دیگه شاید ارتباط برقرار کنیم مجبور شدیم به این خودشیفتگی برسیم و در واقع عاشق تصویر خودمون شدیم تصویری که حالا ما وقتی که در سلفی ها میذاریم تصویر واقعی ما نیست ولی مگر سلفی گذاشتن و فرستادنش به چه میدونم ده ها، گاه صدها، ها بس ببین که چقدر مشهور هزاران و شاید میلیون ها نفر نوع دیالوگ نیست ما دنبال این هستیم که نگاه دیگری به ما اعتماد به نفس بده ما رو دوست داشته باشه ما رو لایک بکنه هیچکس از دنبال دیس نیستش هیچ از دنبال نیست که دوستش نداشته باشن پس اون راضی بودن نیستش ما دنبال این هستیم که نگاه دیگری ما رو راضی بکنه این یه چیزی بود که میخواستم بگم و شما این رو منفی میدونید همونجوری که آیت الله خامنه این رو منفی میدونه <applause> لایک کردن رو حالا <applause> <applause> من رو با شخصیت های سیاسی بلد... مثلا مقایسه نکنید ولی به حال جنس این دلواپسی مشابه دیگه فکر میکنید ناشی از نیاز به لایک خوردنه بله مسلما نمیتونه این نیاز ببینید اون لایک خوردنه یعنی چی یعنی این که من خودم رو در نگاه دیگری بالا میبرم همونطوری که شاید همه ما احتیاج داریم به اینکه کسی در محل کارمون در زندگی شخصیمون پدرمون همسرمون به ما بگه که این کار رو خوب انجام دادی این درست بوده اینجا خوب بودی شما در تلویزیون نشستی موهات قشنگ شده بود چقدر درست حرف زدی و اینها همه و این حالا این که آیا چقدر نگران کنند است من خودم شخصا آدم نگرانی نیستم در حالت آتی. ولی در مجموع به نظر میاد شما همین این پدیده رو منفی نقدم میدونید نقد, میکنمش میکنم. میدونید چی میگم ولی اون چیزی که باز خیلی اینجا برام جالب بود که در دو کلمه بگم دو تا چیزی که اون چیزی که راجع به ایران گفتین به نظر من خیلی جالب بود آقای سروخشان برای اینکه در واقع یک چیز مثبتی که شاید به ای بتونیم به سلفی در ایران رفتش بدیم این هستش که در واقع در جامعه ای که به ما تحمیل میکنند که شما باید این گونه باشید باید این گونه لباس بپوشید باید این گونه رفتار کنید باید بسیار زندگی شخصی و اجتماعیتون جدا باشه و اندرونی و بیرونی باشه ما کمی با این سلفی ها در واقع چون سلفی در واقع چی هستش سلفی در واقع مرز بین شخصی و عمومی رو داره میشکنه میشه گفت سلفی نوعی مقابله با فرهنگ دیکتگره؟ نه به خاطر اینکه سلفی تا یه حدی شما عملیات دارید که کی عکس بگیرم با چه فیلتری استفاده کنم اینا هم میبینید دستکاری درست در واقعیت میکنم و کی آپلود بکنم در این حد من آزادم اما کجا من این آپلود میکنم تو شبکهایش مثلا تو فیسبوک که این یک فضای به هر حال تجاریه اینا فضای آگهی میفروشن اینستاگرام رو هم فیسبوک خریده و از اون مهمتر بحث انتقاد کلیترم این هست که شما با این دادن به فرهنگ مشاهی که لایک میخواد بگیرید بحث خانم واقعی که من کاملا موافقم شما دارید تن میدید به منطق بازار و من نمیتونم بگم من اینجا عاملیت دارم و دارم علیه این فرهنگ یک تقیانی میکنم من دارم تن میدم به فرهنگ مبادله مبادله اه. یبزاری وگرنه چرا همه دوست دارن این همه عکس های زیبا از خودشون بذارن آقای یعنی ثابتی اجازه میخوام اینجا یک پاسخی به آقای ثابتی بدم ببینید. من فکر کنم کارکرد اجتماعی این مسئله رو نباید نادیده بگیرید ببینید در جامعه ما مخاطبمون داره در جامعه حرفای ما رو گوش میکنه که همه ابزارهای امروزی در راستای حرف زدنش هست ببینین اگر حتی سلفی میگیره و اگر حتی در یک صفحه فیسبوکی یک میلیون نفر اعتراض میکنن به حجاب اجباری و اینها عکس های بدون روسری از خودشون میزنن شما نمیتونین بگین اینا خود شیفتن اینا از اون ابزار استفاده میکنن تا صداشون رو برسونن من تصور میکنم که ما کار کرده این مسئله رو باید در یک جامعه نگاه بکنیم که ببینیم آیا در واقع دسترسی مردم به رسانه هایی که صدای خودشون رو برسونن و حرف خودشون رو بزنن آیا همزمان در در واقع فرهنگ غربی و فرهنگ کشورهای اروپایی یکی هست یا نیست من میخوام مثال رو برگردونم به چند سال گذشته و بگم که ببینین بزرگترین تاثیر در استفاده از این ابزارهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی که حتی سلفی هم برگرفته از این بستر هست و ما در سال 88 دیدیم در اعتراضات اون سال اگر ابزار در واقع موجود دست مردم نبود چجوری شما میتونستین اطلاع رسانی چه کسی میتونست مثلا تصویر ویدئوی خانم ندا آقا سلطان رو ببینه در همین راستا من تمام میکنم یک جمله شما برگردین ده سال عقبتر در سال 78 های تهران مثل همون های سال 88 هشتاد و هشتاد و هشتاد شلوغ شد چقدر اطلاع رسانی شد چون تکنولوژی وجود نداشت پس این من فکر میکنم که در کل و مجموعه باید این داستان رو نگاه سربخشان اونها که نسبت به شیوع سلفی و نمیدونم عکس گرفتن در این ابعاد نگران هستن انکار کار که عکس میتونه سلاح باشه من بعید میدونم آقای ثابتی انکار کنه که عکس میتونه سلاح باشه در این مقاطع اما در مورد ابعاد این قضیه در بود اجتماعیه یعنی عکس میتونه ابزار مهم سیاسی باشه ولی وقتی شما رجب یک پدیده جهانی فوق العاده وسیع و شایع صحبت میکنی دیگه نمیتونی بگی که آها یه جاهایی میتونه ابزار سیاسی هم باشه به حال میتونی نقد کنی در این اینکه بپذیری جای ابزار هست دیگه ببینید تعریف من من معذرت میخوام ببینید تعریف من از این ابزار این هست که ما داستان ها و روایت های شخصی افراد رو بدون واسطه و بدون حضور یک فرد حرفه‌ای مثل خبرنگار یا یک رسانه بنمولری داریم میبینیم من از روستایی در شمال ایران در بندر گز یک چوپان رو دارم دنبال می‌کنم که هزار نفر دیگه من دارم میبینن که اون عکسی از مثلا زراعت روزانه شده اما همه ها اونجوری نیست وقتی میریم جایی وقتی در جمعی هستیم مدام دنبال این هستیم که عکس اون لحظه عکس اونجا عکس خودمون در اونجا رو بگیریم و این عملا به اینجا می چون ما عادت می کنیم دیگه عادت می کنیم که به جای اینکه لحظه رو تجربه کنیم و مکس کنیم عادت میکنیم به عکس گرفتن اون لحظه در درجه اول در شک که توش نیست که یک در واقع عادتی میشه ولی باز من عرض میکنم در مرور زمان اینها به نظر من درست خواهد شد قبلا عکس در واقع برای ثبت یک موقعیت یک واقعیت یک لحظه بود ولی الان با عکس های جدید و سل و اپلیکیشن هایی که اومده مثلا حالا هنوز در ایران شاید جا افتاده باشه ولی اسنپ که شما عکسی رو میگیرید در اون لحظه میذارید و چند ثانیه بعد محو میشه مطمئن باشی در در محف محف باشید در ایران منم قبل از اینکه من شما <دیدم> با خبر من فکر میکردم شاید استفادهش خیلی زیاد نباشه <تصحب> و این پس دیگه ما در ثبت نیستیم در اینکه چیزی عکس قرار بود چیزی رو ثبت بکنه از جهان امروز ما بعد برای بقیه بمونه در واقع بارت میگفت که عکس این هستش که من لحظه ای رو ثبت کردم من اینجا بودم و شهادت می دهم. من اینجا بودم و شهادت می دهم. ولی الان با بودن سلفی و سلفی هایی که زیاد شده و دیگه دیده نمیشه و یه سرشم که روی این اپلیکیشن ها هستش مسئله نیستش که من اینجا بودم و با عکس شهادت می دهم. من درون عکس هستم پس هستم. و برای همین هستش که وقتی که شما سلفی میگیرید شما در جلو هستید و پرسپکتیو شما کوچک هستش شما چقدر در واقع در فاصله دست هستش که شما میتونید چشم انداز بدید به عکستون درسته و یا با این ای همین که اسمش یادم رفت در واقع از دور چقدر مگه ما میتونیم در شاید که یک عکاس میتونه جلو بره عقب بیاد زوم کنه تمام این کارها پس اون چیزی که در واقع از دنیای امروز نشون میده این همون هایپر مدرنیته که میرسیم به هایپر فرضیت گرایی در واقع یعنی اینکه من مهمتر از آن چیزی هستم که من اینجا هستم من مهمم بودن آیا این... من مهمه آیا این در نقد شما به یه نوعی نخبه گرایی که بله عکس های هنری عکس هایی که قبلا گرفته میشد خیلی عالی بودن و عکس هایی که مردم از خودشون میگیرن نمیدونم این توده فوق العاده حجیم و بیشکل عکس های سلفی که با. هر لحظه گرفته میشه و بعد دلیت میشه اینها بی ارزشن این مرز به خصوص برای شما که نشانه شناس هستید این مرز بین هنر و غیر هنر خیلی قابل پرسشه نمیشه ازش اه من ببینید این که از شما ببین مسئله عکس هنری با عکس خانوادگی و خاطراتی متفاوته چرا متفاوته؟ یه برای بیننده هایی که بعدا میخوان برن و نگاه کنن من اسمش رو میگم یک هنرمند داریم به اسم ویویان فو این یک هنرمند جوان یک عکاس جوان در آمریکا که از زندگی روزمره خودش عکس میگیره گاه اینا سلفی هستن گاه سلفی نیستن ولی در بیشتر این عکس ها خودش هست و زندگی خانوادگی خودش رو میگیره چیزی به اسم حریم خصوصی نداره این عکس ها رو شما اگر ندونی مال ویویان فوه ممکنه بگید از نوع همین سلفی هایی که دور انداخته میشه ولی اگه ویویان وی پور بشناسید و مجموعه عکس ها رو ببینید میبینید که این عکس ها اتفاقا هنرمندان است به این ترتیب مرز بین هنر و غیر هنر میشکنه نه مرز داره برای اینکه ببینید عباس عطار که در فرانسه زندگی میکنن و از عکاسان معروف ایرانی هم هستن در جایی گفته بودن که من سلفی رو نمیتونم جز عکس بدونم چرا که عکاس باید به در واقع نگاه خودش فرهنگ خودش و چی چیزی رو از جامعه خودش میخواد که بیان بکنه و در صورتی که سلفی میتونه هنر باشه ولی همیشه هنر نیست چنین آقای سربخشیان؟ ببینید من نه... همین که میتونه هنر باشه خودش به یه شکلی می... سلفی رو تقریبا میتونه هنر باشه ولی همیشه هنر نیستش برای اینکه هنر یک تعریفی داره شما نگاه شما باید هنرمندانه باشه شما باید بدونید که چیکار دارید میکنید و چه چی چیزی رو میخواد ببینید برای, برای من سلفی گرفتن و در واقع استفاده از تلفن همراه مثل یادداشت برداری روزانه است من دایری خودم رو ثبت میکنم کنم قطعا با این فکر میرم تو اون شبکه اجتماعی و دایره دیگران رو میبینم دوست دارم ببینم چه تجربه ای کردن اگر من اینجا توی این جلسه نشستم و این جلسه رو بعدا به دوستم میخوام توصیف بکنم بهترین راهش این هستش که من یک عکس از این جلسه نشون بدم به بعد از پایان این بحث یه سلفی سه نفر چهار نفری میگیریم و بعد آخر برنامه میذاریم بعد بیان نه میخوام, عرض بکنم که ببینین در دنیای ما داریم صحبت میکنیم که استفاده از کلمات و کاراکتر کلمه ها حتی با همین اپلیکیشن های جدید به صورت محدود هست شما در توییتر تعداد کاراکتر کمتری رو میتونید بنویسین یعنی مکالمه کم شده ولی با, عب... با زبان تصویر این مکالمه جهانی صورت ات میگیره اتفاقا ویویان فو که ازش اسم بردم میگه که عکس به من عملیات میده به دلیل اینکه روایت من از زندگی خودمه که قبلا ممکن بود در دسترس من نباشه اگر ما این استدلال رو که بسیار ساده است و خیلی خچه‌ای هم درش دیده نمیشه خلالی هم درش دیده نمیشه به این ترتیب مردم با گذاشتن عکس های خودشون دارن روایت خودشون و نه روایتی که تحمیل بش میشه بهشون این تحمیل میتونه سیاسی باشه میتونه خانوادگی باشه و در اشکال مختلف ورود کنه ولی به این تحمیل ها تن نمیدن و روایت خودشون از خودشون رو میذارن جلو چشم و بلافاصله از تولید به مصرف اینجا سرعت وارد میشه که شما بهش نقداری به مصرف میرسه و این روایت از خودشون توسط دوستانشون دیده میشه این یه روایت میگم در همونطور که میخوام تاکید بکنم سلفی کارکرد کار مثبت هم داره مثلا ترانسجندر ها خواستن در آمریکا بر خلاف قوانین ایالتی که میگه افراد خ... باید مشخص باشه اینا به دستوی زنونه نمیرن یا مردانه بر اساس جنسیتشون اینا شروع کردن از خودشون در دستوی سلفی بگیرن چون میخوان بگن که ما میخوایم به هر کدوم از این دستوی ها که دوست داریم بریم یعنی محرومین و اون فرودستان حالا یا مثلا کسایی که معلول هستن نیاز به یا حتی مثلا یک خانم محجبه در یک جامعه مثلا غربی این سلفی هایی که اینا میذارن کارکرد مبارزه یا اعتراضی داره اینها جنبه مثبت داره اما میتونم واقعا بگم با بیش از 90 درصد یا شاید حتی از این بیشتر سلفی که ما میبینیم اینا همه فقط نشون میده یک فرهنگ مصرف کرده یعنی هیچ عاملیتی درش نیست شما همراهید با اون خودشیفتگی شدید که من تمام وجودم معلق و منوط به و من اینجا بودم اونجا بودم و اونجا بودم دیگران بی اینکه هیچ ارزش جامعه شناختی داره نشون میده ما در یک عصری زندگی میکنیم که خودخواهی اصل اساسی سازمان دهنده حیات انسانیه ولی این کاملا متفا... و این کاملا متفاوت است با اینکه بگیم مثلا ما میریم در سایت مثلا لنز کالچر میبینیم که داریم از فرهنگ روستایی رومانی یک آدم عکاس نسبتاً غیر حرفه‌ای اصلا اون خیلی هم جذابی خیلی ارزش داره یعنی اون من هم معتقدم مرز داره چه سینما باشه سی چه عکاسی بین هنره والا و هنر پس اصلا با این نظر پست مدرنی که همه چی هنره هر جک و جانی بیاد بگه که من عکاس هستم یا من فیلمساز هستم خیلی پسند عوامانه ی... ولی من همونطور که پیش فقط یک پزشک متخصص میرم که بیماریم رو با او در میان بذارم عکسم عکس ویویان ما اکس... ویویان مایه رو میبینم نه عکس جک و جانی بله. که آقای سربخشیان همکاران من دو تا عکس دیگه روی این پرده میندازن که در این مبحث کلون میتونه خیلی راه گشا باشه در این عکس ها ما آدم هایی میبینیم که در جایی از خودشون سلفی گرفتن که اصلا جای سلفی گرفتن نیست در عکس اولی که همکاران ما میندازن جوانی خودش رو در کنار یک هواپیما رو قرار داد و اونجا عکس عقص خودش عکس گرفت هرچند اون هواپیما رو البته بدلی بود اون کمربند انتحاریش هم بدلی بود و در عکس دیگه میبینیم که یه نفر در مراسم تشییع جنازه سیمین بهوانی از خودش سلفی گرفت آیا در این جور جاها از خود سلفی گرفتن نشانه ابعاد واقعا ناهنجار و تکان دهنده سلفی نیست؟ ده ات ات یک سوال، ده 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 سوال دومو بعداً تر میکنم ازت. ببینید من میخوام مثال خیلی واضحتری بزنم حتی توی جامعه ایران چون حتما بیننده های ما سابقه ذهنیشون هست. مجری صدا و سیما آقای که برای بچه‌ها برنامه اجرا می‌کرد، موقع درگذشت پدرش از خودش همین در واقع اتفاق رو انجام داد و همه در واقع مخاطبین بدون استثناء و در واقع کار ایشون رو محکوم کردن اینجوری نیستش که ما کارهای چیپ و بی ارزشی که بعضا بعضی افراد انجام میدن رو به کل مخاطبین بخوایم نسبت بدیم, بدیم. من یک مثال دیگه میزنم خانه سینما اطلاعیه داده هنرمندان سینما خواهش کردن از مردم که لطفا در تشریح جنازه آقای عباس کیارستمی نیاین با هنرمندان مشهور سلفی بگیرین نیاین عکس بگیرین اجازه بدین این مراسمه برگزار بشه ببینین رواج این فرهنگسازی من فکر می‌کنم یه مقداریش هم نیازمند کار نخبه‌ها هستش قطعا این کارها محکوم هست اگر اون فرد در هواپیما با اون در واقع هواپیما رو با قلابی عکس میگیره که من فکر می کنم یک عکس رو یک نفر دیگه گرفته یعنی زاویه عکس رو در حال بله ولی میخوام ولی می خوام بگم که حتی اون عکس سندیتی پیدا خواهد کرد که در 50 سال بعد 10 سال بعد مردم شناسان پژوهشگران و به اون عکس استناد خواهند کرد. کما اینکه ما در این برنامه داریم استناد می‌کنیم ببینید. حالا ببنید. بسیار خوب. ولی سوال بمونه. اگر, اگر جزء اینهایی نباشه که در شبکه‌هایی باشه که سریع حذف بشه. امکان هست شدن این یک مورد نیست به خاطر اینکه امکان هست به این عکس مثل عکس های خبری میمونه ببینید این سآل... برای من یک عکس خبری هست بله. علاوه بر ارزش افسوده در واقع کار کرده هم داره یعنی اون لبخند اون پسر برای من خیلی گویاست میدونید بله. سال سوال دوم در مورد تفاوت بین هنر به گفته ایشون والا یا اسمش بذاریم هنر با اون چه هنر نیست در باد با همون عکس دوم کسی در مراسم تشییع جنازه یک هنرمند یک شاعر از خودش یک سلفی میگیره اون واقعا میشه اسمش گذاشت یا نه در مقایسه با عکاسی که در اون لحظه حاضره و از این شخصی که داره از خودش سلفی میگیره عکس میگیره من برای اینکه در واقع کپی رایت رو هم رعایت کرده باشم بگم که اون عکس عکسی که از فرد در حال سلفی گرفتن گرفته شد عکسی بود از محمد رضا عباسی که در خبرگزاری مهر منتشر شد اینجا ما تفاوت بین دو تا عکس رو می‌بینیم یک سلفی که در یه جایی که نباید گرفته بشه گرفته میشه و یک عکاسی که اون لحظه‌ای که اهمیت اجتماعی داره رو در یک عکس پرداخت میکنه و به شما میده من به مرزبندی... دو, نوع دو نوع متفاوت من... عکس دیگه بله ببینیم من به مرزبندی هنر نامیدن این کار هنوز در واقع اصلا به نتیجه نمیتونم برسم واقعا فکر می کنم که اصلا نامیدن هنر حتی در این زمینه یه مقداری یعنی نیاز به تعامل رو اصلاً, اصلا نمینامم به خاطر اینکه حتی خود عکاسی هم در واقع اگر بخوام توی تقسیم بندی خیلی کلیتری واردش بشم وارد کردن این بحث که این مورد ویژه هنر هست یا این مورد ویژه هنر نیست این یک بحث دیگه ای رو میطلبه که من اجازه میخوام اینجا مطرح نکنم ولی قطعا این هنر نیست کاملا با این موضوع موافقم که ما الان نمیتونیم سلفی رو یعنی ببینید در واقع کسی هم که از خودش سلفی میگیره خودش رو فکر نمیکنه فکر میکنه که داره هنری رو انجام میده درسته و در واقع مگر صفت... اینکه ویویان فو باشه که یه با هنرمند بله. بله. حتی قبلا ها هم که ما سلفی نمی گرفتیم و عکس خانوادگی می گرفتیم و دوربین رو میدادیم دست کس دیگری قرار نبوده اینها اثر هنری بشه ثبت خاطره هستش در واقع ولی اون داستان عملیاتی که شما گفتید خیلی مهمه یعنی اینکه در واقع من دارم خودم تصمیم میگیرم چگونه از خودم در کجا عکس بگیرم نه اینکه مجبور باشم عملیات رو بدم دست کس دیگری این باز از جهان امروز ما چیزی رو میگه و اون همون داستانی هستش که من نمیگذارم دیگری برای من تصمیم بگیره من خودم در این عکس میخواهم بدانم چه در واقع عکسام من با این قصه موافق بودم گفتمم قبلا که کی بگیرم کجا ولی بحث من این هست که تو انگلیسی میگن که اگر در اشاره به این فرهنگ سلفی میگن که to eat it rather than eat it. یعنی میشینه کنار ناهار شامش دوست به که اینو بخوره هی از این عکس میگیره توییت میکنه یا تو اینستاگرام این میذاره الان اینستاگرام پر از عکسایی که طرف مثلا از املت خودش خوشش اومده و گذاشته توی یا یک اینستاگرام خانم داره. یه ویدیوی بود شوهر اینستاگرامی که خیلی معروف شد چندی میلیون نفر دیدن که با شوهرش دعوا میکرد که چرا این قهوه‌ای که اینقدر به زحمت درست کردی خوردی بذارم میذاشی اول عکسشو میگرفتم بعد بزاره. یعنی این بازی و نمایش یعنی یک چیزی هست الان دنیا کلا جامعه میشه جامعه نمایش و این درست در تقابل با سیاست به معنای واقعی درگیری و تعهد داشتن در زندگی روزمره است چنان که انگار انسان احساس میکنه در زندگی روزمرهش قدرت نداره بنابراین مشارکت نمیتونه بکنه در عرصه عمومی بازی میکنه نمایش میده این خیلی به نظر من مسئله مهمی است که نمایش و بازی جای مشارکت رو گرفته در گذشته نگرانی این بود که یک پادشاه حاکمی کسی رو به یه سیاه بندازه و اونجا از یاد بره الان انگار من احساس میکنم اینکه از یاد برم و دیگران نخوان این رازهای منو بیرون بکشن و من رو همش ببینن این اون حکم سیاه برای من پیدا کرده به همین دلیله که آدما حتی میبینید در حین انجام عملیات جنسی عکس میگیرن قبل و بعدش رو سفیم میزن این چه چی چیزی رو به من ارزشی می... یه ارزش اجتماعی داره نشون میده اون فردیتی من اسمش پدیده, پدیده اجتماعی قابل مطالعه است ولی فعلی... میخوام از فردیت که این... اما شما بیمارگونه اما خود... شما فکر نمیکنید دارید با مثال های فوق خب قالب اینه،, پدیده قالب, اینه. ای که قالب اصلی فکر میکنید قالب سلفی یا سلفیه یا بلفیه که یعنی از باسن عکس میگیره یا رلفیه که از این روابط جنسیش عکس میگیره <تصفي> یا هلفیه که از موش داره عکس میگیره بله گفتم یه سلفیایی هست که این گروه های معمولا فروده است میگیرن که ابراز هویت اون خیلی مثبته ببینیم من میخوام یه مقدار دوباره برگردم به ابتدا از از ابتدا بیام جلو ببینین وقتی ناصر دیشاه مقابل آینه از خودش و زنان حرم سراش عکس میگیره اون سلفی میگیره در واقع من الان به اون عکس سندیت و در واقع ارجا میدم میخوام بگم که ارزش افسوده همون عکس یادگاریه چقدر ما رو در شناخته اون جامعه و فرد میتونه کمک بکنه اگر الان هر کسی در, در, استفاده از این ابزار داره افراد به خرج میده اصلا این به زم من نیازی به در واقع پرداختن به امور هنر یا به غیر هنر اصلا توی اینجا مطرح نیست ولی بحث اینجاست که ما وقتی در یک جامعه ای صحبت میکنیم که همه راه ها رو اون فرد جلو روش بسته می بینه به هر نوعی میخواد خودش رو نمایش بده این باز دوباره همون نشون دادن فرد هست من یک مثال دیگه میخوام بزنم ببینین تعریف این ابزاری که دست ما هست این ابزاری که برای هر کدوم ما امکانه در واقع استفاده کردن میده چی هست یعنی شخصی استفاده کردن چرا مسئولین در واقع حکومتی نظام جمهوری اسلامی همشون در همین شبکه‌ای که الان توی ایران فیلتر هستن خودشون حساب کاربری دارن ولی بلد نیستن استفاده کردن رو ببینین همه از آیت الله ای گرفته تا همه آی روحانی و بقیه عکسایی رو به اشتراک میذارن و توضیحات زیرشون می‌نویسن که تمام خبرگزاری‌ها به صورت روزانه صدها بار از های رسمی رو پخش میکنن این الگو برداری غلط هست بلد نبودن از استفاده کردن هست همون جوری که اون فرد افراطی داره این کار انجام میده ببینید در دو طرف این حادثه ما یک فرد داریم این در واقع ابزار برای استفاده فرد گرفته شده ساخته شده تا این بتونه آقای سربخشیان آه، یه ایراد دیگه ای که بعضیا ها میگیرن به استفاده ای استفاده ای که از نظر در شما درست هست از سلفی. یعنی عکس رو بگذاری بدون اینکه توضیحات اضافه بدی یا عکسی بذاری که جاهای دیگه در رسانه های عمومی نیست همون استفاده درست از نظر شما یه ایرادی که بهش خیلی میگیرن این است که درک ما از دنیا رو به قول اونها فوتوگرافیک میکنه یعنی بخش زیادی از اطلاعاتی که ما در مورد آدم های نزدیک به خودمون نه نزدیک از نظر فاصله فیزیکی از بستگان ما دوستان ما درکی که ما از اینا داریم درکی که از مکان ها داریم همه اینها منحصر میشه به عکس مثال شخصی که من براتون بزنم اینه که من اخیرا رفته بودم پرو یه کشور بسیار جالبه و چندین نفر وقتی اومدن در موردش از من پرسیدن من برای اینکه راحت باشم چند تا عکس به اینها نشان دادم یا اینکه گفتم برید این عکس ها رو در این حساب مثلا حساب شبکه اجتماعی ببینید این باعث میشه که هم اونا درکشون از پرو فقط بر اساس عکس باشه یعنی فوتوگراف هم این که بیانهای دیگه فراموش بشه یعنی من ممکن بود در فقدان اون عکس ها سعی کنم مجسم کنم و بعد این تجسم رو بیان کنم و این بر هم زحمت می هم ممکن بود کار با ارزشی باشه در ابعاد وسیتر شاید بشه گفت که سلفی و عکس به عنوان یه پدیده عمومی تر باعث میشه که ادراکات ادراکات صرفا فوتوگرافیک باشه یعنی شما مدام داری عکس می‌بینی و این آیا یک بعدی نمی‌کنه دانش ما از اطرافیانمون رو من به نظرم نمی... نه نمی‌کنه به خاطر اینکه ببینین ما در دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که اصلا تصور زندگی بدون عکس غیر ممکنه الان یعنی شما چجوری میتونین هویت یک فرد رو شناسایی بکنین ولی عکسی ازش ندارین چجوری میتونیم مثلا از یک منظره خیلی زیبا صحبت بکنیم بدون اینکه اون اکثر اتفاقا شما وقتی عکس نشون می مارسل پروست این کارو میکرد از منظره زیبا حرف میزد ولی دیگه انسان معاصر انسان تخیل میکرد نه درسته ولی انسان معاصر دیگه اصلا از نقاشی رسیده به عکاسی که کارو راحت ترش بکنه یعنی ما یه موقعی میشه راحت تر ممکنه بکنه ولی غنی تر ضرورتا ممکنه نکنه خب ببین اون من که من, است... من هی اکس های خودم رو آپلود بکنم انگار که وجود حقیقی من اتفاقا معلق و مشروط به وجود مجازی من تو توییتر و اینستاگرام و فیسبوک و شبکه های شما خیلی جالبه من انگار خودم نیستم ولی اون عکس‌ها باید باشن که من رو تأیید بکنن این بر دوست برعکس شده رابط من اینه من در مورد کل ماهیت عکاسی صحبت کردم ببینیم ما یه دو بخش داریم یه سلفی هست یه بخش عکس اک... و عکاسی هست به صورت کلی ما اصلا سلفی رو من مطمئنم که در صح‌های جانبی می‌بینید بله, بله اصلا اصلا این یک بخشی هستش که خیلی در ده سال آینده اصلا این بحث, بحث, الانی که ما داریم میکنیم قطعا یک شکل دیگه ای میتونه پیدا بکنه چطور که ما در سالهای گذشته از دوربین های پولاروید رسیدیم به یه جایی که ببینین آسون کردن این ام، امکان برای مردم این فراهم کرده ما از جایی رسیدیم به اینجا که هشت دقیقه تمام جلوی دوربین باید ما صاف وای می سدیم و دوربین از ما عکس میگرفت بعد رسیدیم به یه جایی که حتی دوربین در خانواده ها نبود من اولین عکسی که از خودم دارم مثلا در هشت سالگی یادم نیست که از اون قبل تر داشته باشم باید. ولی الان رسیده به یه جایی که این آسون شده و این آسونی لزوما خب ضررایی هم خواهد داشت دیگه خانم باقری خیلی کوتاه پیش از پایین برنامه آقای سروخشن این که در واقع داستان عکس اینه که در اول عکس چیزی بود که همه رو گول میزد برای اینکه همونطور که, که بارت هم میگه ما فکر می‌کردیم که عکس عین واقعیت هستش و داره بدون هیچ فیلتری به ما واقعیت رو نشون میده و برای همین هم تا مدت‌ها نشان نشان روی عکس کار بکنن چون میگفتن که معنای دوم نمیتونیم پیدا کنیم همه چیز دنوته هستش معنای حقیقی هستش. و معنای زام زمینی وجود نداره و بعد اومدن وقتی کار کردن دیدن که نه عکس هم به دلیل تقلیلش به دلیل اتفاقاتی که درش میفته به دلیل میزان و خیلی اتفاقات دیگه در واقع معناهای دوم درش پیدا میشه عکس هم به عبارتی یک تفسیر تفسیر میشه حل. ازش کرد مسلما و سلفی هم همینه در واقع من فکر می کنم که حالا مسئله ما با عکس حل شده و اومدیم با قسمتی از عکس که سلفی هستش یک مسئله داریم و اون مسئله بزرگ ما نسبت به اون چیزی که همه ما امروز داریم میگیم همون مسئله شفافیت هستش دنیای امروز به ظاهر دنیای شفافیته یعنی همون کاری که مثلا شما تو این در تمام عکسایی که امروز نشون دادید من میخواهم همه چیز رو نشان بدهم من تمام احوالات خودم رو من حتی وقتی که کنار یک آدم تروریست هستم من این عکس ها رو میذارم چون دارم شفافیتی نشون میدم و همون داستان یک ها همین الان یعنی بدون هیچ در واقع بدون هیچ تصمیم گیری همین الان سری عکس میگیرم و میگذارم و واقعیت رو به شما نشون میدم از خودم و زندگی خودم ولی این شفافیت یک شفافیت دروغین هستش چرا به دلیل اینکه من به عنوان کسی که دارم عکس میذارم بعضی از عکس اول... خودم رو نمیذارم اول از عکس های خودم رو نمیذارم تصمیم گیرنده هستم با اینکه سری عکس میذارم و و من ببینید این شفافیت یعنی چی یعنی اینکه همونطوری که, همون که فروید میگفتش من دنبال من داخلی خودم هستم دنبال من داخلی خودم بودن من هرگز نمیتونم من داخلی خودم رو در لحظه هی به شما نشان بدهم چون من داخلی من در تحول هستش و تا آخر عمرم من انسان من فرد به دنبال این من خواهم این گشت این ایراد رو اگر بخوایم خلاصش کنیم سوزان سونتاگ که جالب اینکه خودش هم عکاس بود در کتابش اون فوتوگرافی به این شکل ساده بیان میکنه. میکنه. میکنه که میگه که عکس توهم واقعیت آنی میده عکاسا اون ابتدای کار میگفتن که برخلاف نقاشی که تفسیری از یک شخص است پورتری نقاشی یک تفسیر دیگه عکس چنین نیست از نظر سوزان سوتاک سوتاک و عکس هم واقعاً چنین نیست دیگه کما اینکه شما خیلی از عکس‌های خودت رو نمیگیری در عکسایی که میگیری به خصوص اگر سلفی باشه دستکاری میکنی توی خبرها بود یک آقایی 10 ساعت در کار گرفتن از سلفی از خودش بود و بعد از 10 ساعت نمی‌دونم سکته کرد و به همین دلیل م... یا به بعضی نسبت دادن اون رو به سلفی اون رو هم شد جزء قربانیان سلفی یعنی عکس هم واقعیت بی پرده و شفاف نیست دیگه ببینید ما از یک لحظه صحبت میکنیم ما در واقع در یک برنامه تلویزیونی یک ساعت وقت داریم و یک ساعت صحبت میکنیم ولی از این برنامه تلویزیونی اگر بخوایم یک عکس نشون بدیم اون یک لحظه هستش که برای من ارزش افسوده داره برای من اون لحظه عکس معنی پیدا میکنه ببینید ما در, در یک لحظه ای این ل... در واقع اتفاق رو فریزش میکنیم و نگه میداریم حالا این میتونه سلفی باشه میتونه عکس یادگاری خانوادگی باشه که دیگه اون لحظه رو از دست دادیم ما اگر نگیریم بسیار خوب. خیلی ممنونم متاسفم وقت نذاریم برنامه این هفته همینجا تموم میشه ممنون که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه عرفان ثابتی حسن سربخشیان و اصل باغری این برنامه مثل برنامه های دیگه پرگار به شکل پادکست یعنی نسخه شنیداری قابل دریافته اگر اینترنت شما ضعیفه یا اگر به وقت پخش تلویزیونی پرگار نمیتونید اون رو ببینید شاید پادکست راه چاره باشه برای دریافت آرشیو پادکستی برنامه ها به صفحه پرگار در وبسایت ما با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده سر بزنید شب و روز بر همه شما خوش